در برلین یه برنامه فمینیست فستیوالی در جریان هستش که روز سه روزه هستش و روز اول برنامه منم شرکت داشتم و به همراه فعالان فمینیست از برزیل، آرژانتین و کردستان که عنوان اصلی در واقع این پنل Transnational Feminist The Desire to Change Everything یا به فمینیسم بین الملل و میل برای تغییر هر چیزی. البته یک عنوانی بود که میخواستن یه بادار چالش برانگیز باشه که من این سوال در ذهنی چاد بکنه که آیا everything یعنی همه چیز رو باید عوض کرد یا نه. و در این پنل هر کدوم از فعالای فمینیست در مورد بحث و چالش هایی که در حوزه ترانسنشنال فمینیست پیش میاد صحبت شد. به خاطر اینکه روش به اینکه چه موقعیت‌هایی وجود داره که ما بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم، چه مشکلات و چه چالش‌هایی در هستش در این قضیه و چگونه میشه که در واقع ارتباطات قوی‌تری بین فمینیست‌های گروه‌ها و جنبش‌های فمینیستی در دنیا شکل بگیره و که بتونن به عنوان یک نیروی قوی در کل جهان خودشون نشون بدن. و بحث منم در همین حوزه بود و البته اشارم داشتم به جنبش یا خیزش انقلابی ژینا یا انقلاب در حال ساخت ژینا که توضیحاتی دادم در ارتباط با اینکه این انقلاب چگونه شکل گرفت و اینکه اصلا این خود همین در واقع قتل ژینا که باعث شد که از تهران شروع بشه و بعد به در کردستان ایران با در مزارش شعار جنجیان آزادی مطرح بشه و نامش نماد بشه و این نام از اونجا به بلوچستان و خوزستان و شهرهای دیگه بره و بعد به شهرهای ایران و بعد به جهان برگره. این خودش یک در واقع مفهوم ترانسنشناله که خیلی خوبه که بهش توجه بکنیم و ببینیم که چگونه میشه که چنین کانسپت هایی رو ما بتونیم در موومنت های مختلف صداشون رو اوج بدیم و بتونیم از این طریق با هم دیگه در ارتباط باشیم. به هر حال یکی از بحثایی هم که مطرح شد این که خود این شعار چقدر مهمه که درونی بشه، نه فقط در قالب شعار قرار بگیره، و اینکه چجوری میتونه این شعار اونقدر درونی بشه که برسه به اینجایی که در واقع دشمن ما دشمن تو دشمن منه و جنگ تو جنگ منه. و اگه این اتفاق توی حوزه در واقع در با این قدرتی که این شعار داره اگر بیفته میتونه یک تحولی در حوزه‌های فمینیستی و جنبش‌های فمینیستی ایجاد بکنه. و خب خود به خود وقتی که یک شعاری خیلی گسترش پیدا میکنه و میتونه بسیج کنه نیروهای مختلفی رو، ولی در این حال هم ممکنه مورد استفاده سوء استفاده و دستکاری هم قرار بگیره، کما اینکه برند میشه، کما اینکه نیروهای نئولیبرال مثلا ازش استفاده میکنن و تحت عنوان آزادی زن از جای دیگه میبینین که حقوق پناهنده ها رو نادیده میگیرن، بحث میلیتاریسم رو تقویت میکنن، ولی در این حال از با این شعار هم فکر کنن دارن به جنبش زنان ایران و یا به جنبش خیزش مردمی در ایران کمک میکنن. به هر حال بحثایی که وجود داشت این بودش که ما باید نسبت به این قضیه یک جور دیدبانی حتی در ورای مرزها داشته باشیم و بتونیم این قضیه رو این در واقع وظیفه ماست که در واقع این کانسپتی رو که از ایران اومده بتونیم تو حوزه ترانسنشنال و در ارتباط با گروه های فمینیستی دیگه تقویتش بکنیم و درونیش بکنیم و نگذاریم که دستکاری بشه و در واقع از محتوا تهی بشه. ما هم در اینجا با برخی از فمینیست های ایران جمع شدیم و نتورک فمینیست ورژینا رو تشکیل دادیم برای که بتونیم به عنوان اینکه هم کار ارتباطی بتونیم انجام بدیم در لوکال و شهرهای خودمون و هم بتونیم این کانسپت رو عمومی کنیم و بحثای و خواسته هایی که تو جامعه ایران هست رو توی اینجا هم مطرح بکنیم. خب به هر حال با چالش های زیادی هم روبرو شدیم و میشیم، به خاطر اینکه همواره در معرض این قرار میگیریم که این
مفاهیمی که در واقع خود این شعار وجود داره و اون چیزی که در خیابونهای تهران رخ میده، اون چه که در ایران مردم، زنان، جوانان، بچه ها همه دارن براش میجنگن، دستاوردهاش رو، یعنی در واقع کاری که ماها اینجا میتونیم بکنیم اینه که این فضایی رو که ایجاد شده حداقل نگذاریم که دستکاری بشه. یکی از بحث‌های دیگه هم که مطرح شده بود در به همین خیزش انقلابی ژینا یا انقلاب در حال ساخته که چطوری از حرکت از پایین به بالا رو مطرح میکنه، به خاطر اینکه اساساً از بخش ماریجین بخش‌های حاشیه‌ای شروع شد و در واقع اگه ببینیم اون چیزی که در انقلاب مثلا 57 رخ داد سنتر بود، یعنی مرکز شروع کرد و بعد سرکوب کرد بخشای اولیه رو و بعد تا رسید به حاشیه و مرکز اصلی این سرکوب بحث جنسیتی و زنان بودن و بعد گروه های اقلیت جنسی بودن و بعد اتنیکی بودن، یعنی به همین شکل این سرکوبی که بعد از انقلاب شروع شد و در مقابل اون خیزش انقلابی زنان ایران در اون زمان به خاطر جریان حجاب به وجود اومده بود، همه در واقع در روند این سرکوب و یک موج سرکوبی بود که راه افتاد. و جالب اینه که بعد از قتل حکومتی ژینا در واقع این خیزش برگشت، یعنی موجی بودش که موجی که از 57 و بعد از سرکوب زنان شروع شد برگشت از بخش حاشیه‌ای، جایی که در اولین کسانی بودن و اولین گروه هایی بودن که قربانی این سرکوب شدن، حالا اولین موج انقلابی بزرگی بودن که از مرکز به از حاشیه کشور به مرکز رسوندن و این در واقع یک انقلابی بود در حال خود، در نوع خودش، به عنوان اینکه مشروعیت نظام رو از بین برد، بحثای مرکز و پیرامون رو مطرح کرد و ماها رو مجبور کرد که دوباره به اندیشه وارد داره که وضعیت، یعنی در واقع به یک بازاندیشی مجدد تو همه روابط وجود آورد و اینکه بحث جنسیت رو در مرکز قرار داد. بحثایی هم که مثلا نتورک فمینیست اورژینا در خارج کشور که هست، ما هم از فعالای زنان بودیم که خارج از کشور در دیاسپورا هستیم، سعی کردیم که در واقع این دستاوردهایی رو که این انقلاب داره هم تو جامعه اینجا مطرح بکنیم، هم اینکه با در واقع نگاه نقادانه هم داشته باشیم به هر جو، به هر شکلی، آیا هر نوع حمایت یا نه، یکی از مسائل، یکی از چالش هاست. به طور مثال در کشورهای اروپایی مثلا من خودم با یه پولیتیشن برخورد کردم که مثلا میگفتش که خب ما برای زنان ایران و برای خیزش انقلابی باید چه بکنیم، من فقط حرفم بود که شما بهتره که خشونتی که علیه گروه های مهاجر پناهنده دارین اونا رو کاهش بدین، مرزهایی رو که بستین روی ملت باز کنین، شما هم در روند همین حرکت هستین. پس بنابراین مهم اینه که اون مفهوم زن زندگی آزادیه، مفهوم این شعار رو درونی کرد، در اون صورته که شما میتونین از این جنبش ها حمایت بکنین. به همین خاطره که حرکتی که از پایین شروع شده بس بر اینه که آیا نیروها و نیروهای سیاسی یا سیاستگزارها یا تونستن که کاری برای این جنبش انجام بدن یا نه، اینکه آیا کاری بکنن یا نه نیست، بحث اینه که جنبشی که شکل میگیره باید بتونه جامعه رو موبایلایز بکنه، بسیج بکنه. در این بحث اتفاقی که افتاد این بودش که دنیا هم به واکنش نشون داد و اتفاقا اول سوشال موومنت ها بودن، گروه های مختلف بودن، گروه های آرتیستی، اکتیویستی و اینها بودن و بعد رسید به سیاست مدارا که بتونن کاری بکنن، ولی متاسفانه در خیلی از رویکردها این نگاه، این حرکت از پایین تبدیل شد به یه کمکگیری از بالا که تبدیل بکنه موضوع رو به یک موضوعی که کشورهای خارجی باید به این قضیه کمک بکنن، که خب قاعدتا دیدیم که اساسا خیلی کاری از پیش نبرد جز اینکه هم این شعار رو از در واقع از مسیر خودش منحرف بکنه و همی که از مفهوم تو خالی کنه، مفهوم خالی کنه. و به همین خاطر یکی از بحثایی که وجود داره اینه که چه کار باید بکنیم که
این شعار فقط در شعار نمونه و این کانسپت در کل جامعه در واقع جاری بشه و لوکال و شهرهایی که توی این عرصه ها دارن فعالیت میکنن خب خیلی زیادن، گروه های مختلف، متنوع، کالکتیف های مختلف. فمینیست ورژینا هم یکی از همین شبکه هاست که در تلاشی که داره میکنه اینه که در واقع بخشی از این صدا رو بتونه اکو کنه و بازتاب بده.